ایالت ویرجینیای غربی در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا در طول قرن بیستم بیشتر طرفدار حزب دموکرات بوده، اما این ایالت که در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 2016 و 2020 پیروزی‌های قاطعی برای دونالد ترامپ برمقان آورد، حالا به عنوان یک پایگاه جمهوری‌خواهان محسوب میشه. برگردان گزارش کاترین جیپسون، خبرنگار صدای آمریکا، رو ببینیم. اواخر تابستان در یک شهر توریستی در ویرجینیای غربی، خانواده‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی در هوای ملایم‌تر سرگرم تفریحند، اما افکار متوجه تغییرات چشمگیر در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی جو بایدن به کاملا هریس شده. نامزدی هریس میتونه زنا و اقلیت‌ها رو به خودش جلب کنه، اما ارزش ملموسی در کارنامه‌اش و یا سابقه دستاوردی که به اون تکیه کنه نداره. ویرجینیای غربی همواره برخی از قاطع‌ترین پیروزی‌ها را برای دونالد ترامپ ارمغان آورده، اما رای دهندگان اینجا نگران انتخابات 2024 هستند. من نگرانم، چون راستش رو بگم من طرفدار ترامپ هستم، اما فکر می‌کنم همه کسانی که به نوعی مطمئن نبودن به طرف کاملا میرن. این ایالت روستایی به لطف تنها سناتور دموکرات جو منشن که اوایل سال جاری حزب دموکرات را ترک کرد و خود را مستقل خواند، نقش بزرگی در سیاست ملی ایفا کرده. منشن نقش کلیدی در تصویب قوانینی مهم برای دولت بایدن داشت. اما با اعلام بازنشستگی او در سال جاری، جمهوری خواهان مطمئن هستند که کرسی سنای او را با پیوستن فرماندار محبوب جیم جاستیس به این مبارزه پر خواهند کرد. ما زغال سنگ استخراج میکنیم و با محدودیت هایی که دولت علیه استخراج اعمال کرده، انتظار داریم با حضور فرماندار جاستیس که مالک معادن زغال سنگ شاهد حفاظت از این صنعت باشیم. بسیاری از رای دهندگان دموکرات ها را به دلیل افول صنعت اصلی ویرجینیای غربی، یعنی استخراج زغال سنگ، مقصر میدانند. اما دموکرات‌های این ایالت سعی کردند در کنوانسیون ملی اخیر حزب در شیکاگو این تصور را تغییر دهند. این مستقیما به این دلیل که صاحبان صنعت زغال سنگ به اتوماسیون رو آوردن که مشاغل رو حذف می‌کنه و به جای استخراج زیرزمینی به استخراج سطحی روی میارن. مقصر دونستن مقررات زیست محیطی بهانه مناسبیه. گلن الیوت، رقیب دموکرات جیم جاستیس، به رای دهندگان این ایالت میگوید روی کار آمدن جمهوری خواهان برای اقتصاد یا رشد ایالت خوب نبوده. ما باید کسب و کارهای کوچک را به روشهایی که تا حالا انجام نشده تشویق کنیم و جوانها را اینجا نگه داریم. قانونگذارهای ایالتی ما به تصویب قوانین واقعا محدود کننده مثل ممنوعیت سخت جنین و ضد اقلیت‌های جنسی که به جوانان پیام میده که شما را اینجا نمیخوایم ادامه میدن. اما در این ایالت به شدت طرفدار ترامپ، اکثر رای دهندگان مشکلات اقتصادی را به گردن جو بایدن و کامالا هریس میاندازند. چرا میخواین پول بیشتری بابت بنزین گرونتر بپردازید و 25% بیشتر برای خورد و خوراک بدید؟ چرا میخواین بهره وام مسکنی بپردازید که در دولت بایدن دو برابر شد و هریس هم تو اون مقصر بوده؟ در نظرسنجی یک سازمان خبری در ویرجینیای غربی که اوایل شهریور انجام شد، ترامپ با 27 امتیاز از هریس پیش بود.